سلام دوستان، خیلی خوش برگشتیم به کانال من. ممنونم که منو دنبال میکنیم و امیدوارم اگه اطلاعات من به دردتون میخوره کانالمو سابسکرایب کنیم، ویدیوهامو لایک کنیم و کامنت بذاریم برام. تو این ویدیو میخوام بهتون راجع به ویزای بشردوستانه استرالیا بگم، ساب کلاساشو براتون توضیح بدم و بهتون بگم که چجوری فرمشو میتونیم پر کنید. در واقع این ویزا ساب کلاس 200 تا 204 رو شامل میشه. ویزای بشردوستانه ساب کلاس 200 برای کسایی هستش که در کشور خودشون آزار و اذیت شدن و از طریق این فرم میخوان اعلام بکنن و به استرالیا پناهنده بشن. در ساب کلاس 201 این افراد در کشور خودشون اقامت دارن، در کلاس 200 از کشور خودشون خارج شدن، مثلا از ایران رفتن به ترکیه یا از افغانستان رفتن به ایران و درخواست ساب کلاس 200 میدن. اما اگه در کشور خودتون هستین و میخوان این درخواست رو بدین و ساب کلاس 201 رو در واقع درخواست بدین، ساب کلاس 202 مثل ساب کلاس 201 از خیلی فرق کمی با اون داره و در مورد کسایی که اصلا درخواست ویزایی ندارن و در واقع باید کسی دیگه ای برای این افراد درخواست ویزا بده که میتونه ساب کلاس 202 رو انتخاب بکنه. ساب کلاس 203 به اسم نجات اضطراری هست که برای افرادی است که خطر جدی و اضطراری رو تهدید میکنه، در شرف اعدام هستن، در شرف زندان‌های سنگین هستن، به هر دلیلی در برای اونا در واقع یک ویزای فوری صادر میشه اگر از طریق این ساب کلاس درخواست بدن و در بین این 4 5 تا ساب کلاس از همه سریعتر ویزای صادر میشه. ساب کلاس 204 هم برای زنانی است که خارج از کشور مبدأ خودشون زندگی میکنن، شرط دیگه اینه که سرپرست یا همسری نداشته باشن و خودشون یا فرزندانشون در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفته باشن که میتونه آسیب‌های جدی از طرف دیگران باشه یا بحث سوء استفاده جنسی باشه. این افراد معمولا از طریق کمیسیون عالی پناهندگان شناسایی میشن، به دولت استرالیا معرفی میشن و بیشترین کیس رو در واقع این افراد دارن برای این ویزا. طبق اعلام خود استرالیا یک سهمیه حدود 18700 نفری برای این ویزا در سال در نظر گرفته شده که معمولا درخواست‌های خیلی زیادی میشه. آماری که اعلام کرده بود خود استرالیا که از سال 2015-16 این در واقع آمار اعلام میشه، اوایل هولوش 100 هزار تا کیس در سال ارسال میشده. دیگه کم کم این عدد کم شد، به حدود 70 هزار تا رسیده و در اوایل پاندمی کرونا هم هولوش 40 هزار کیس در سال ارسال شده بوده. آماری که اداره مهاجرت استرالیا خودش در سایتش اعلام کرده، ایران و افغانستان هم جزو 5 تا کشوری بودن که بیشترین درخواست ویزا رو دادن. هر کدومشون تقریبا 10% جامعه آماری کسانی بوده که درخواست ویزا دادن. اما لحاظ ویزایی که صادر شده در سال 2021، آخرین سالی که در واقع آمارش اعلام شده، عراق 35% بوده، افغانستان 12% و ایران 4%. یعنی در سال 2020 برای 188 تا ایرانی، حالا ممکنه بعضیاشون خانواده بودن، اما 188 تا درخواست ویزا از طرف ایران ویزاشون گرنت شده براشون و صادر شده. برای اینکه درخواست رو بدین شما باید فرم 842 رو از سایت homeaffairs.gov.au که سایتی هست که تقریبا همه امور مهاجرتی استرالیا از طریق اون انجام میشه، این فرم رو دانلود کنین و پرش بکنین. فرم 34 صفحه است. چند صفحه اول شرایطی رو نوشته که شامل این ویزا میشین که من بهتون توضیح دادم و برای همین اون قسمت رو رد میکنم و میریم از قسمتی که در واقع اطلاعات رو باید وارد بکنین، از اونجا شروع میکنیم به وارد کردن اطلاعات. خب 4 صفحه اول که شرایط ویزا بود که من همه رو براتون توضیح داده بودم، از صفحه 5 شروع میکنیم به اطلاعات رو وارد کردن که سوال اولش این است که چند نفر در این اپلیکیشن هستن، که اگر خودتون هستین یک نفر رو وارد کنین یا اگر اعضای خانوادهتون هست تعدادشون رو وارد میکنید. سوال دو، نام فامیلی رو میخواد وارد میکنیم، given name نام کوچیک رو وارد میکنیم و بهتره بر اساس اطلاعات پاسپورتتون باشه و اگه اسم دیگه دارید در زبان خودتون تو قسمت پایینش میتونیم وارد بکنیم. جنسیت ها از شما پرسیده، میل، فیمیل و یا جنسیت های دیگه. حالا من میل رو انتخاب میکنم آقا. محل تولد رو پرسیده و تاریخ تولد. تاریخ تولد date of birth رو وارد میکنیم به میلادی، محل تولد و شهر، کشور و ملیت خودتون و ملیت در واقعی خودتون رو وارد میکنید و اگر پناهجو هستین زیرش نوشته تاکید کرده که if stateless write your previous country of citizenship، اگر در واقع پناهجو هستین یا پاسپورت ندارین ملیت قبلی خودتون رو وارد بکنید.
در قسمت بعدی کشوری که در حال حاضر در اون اقامت دارین رو وارد میکنین و در قسمت پایینش تاریخی که به این کشور وارد شدین، برای مثال اگر از افغانستان به ترکیه یا از ایران به ترکیه اومدین اون تاریخ رو وارد میکنین و در قسمت بعدی پناه در واقع بعد اعلام کنین که وضعیتتون توی این کشور، پروندهتون در چه وضعیتیه که سی میشه شهروند، پی آر میشه اقامت دائم، تی آر میشه اقامت موقت، اس استودنت دانشجو یا دانش آموز، وی به عنوان ویزیتور یا توریست، آر به معنی رفیوجی پناهنده، آی به معنی ایلیگال رزیدنت که در واقع هیچ کدوم از شرایط بالا نیست، آ به معنی پروتکشن اپلیکنت به عنوان فرد محافظت شده و او حالت های دیگر که اگه اونو بخوایم وارد کنیم بعد دیتیلش رو در قسمت بعدیش وارد بکنیم. حالا من به عنوان مثال مثلا رفیوجی رو انتخاب میکنم، آ رو میزنم. خب بریم سمت راست صفحه اولمون. وضعیت رابطه رو پرسیده، وضعیت تأهل رو پرسیده که اگه ازدواج قانونی کردین، ازدواج سنتی کردین یا از طریق خودتون شخصی ازدواج کردین، ازدواج مذهبی کردین، حالت بعدیش نامزد شده دفکتو میشه رابطه پایدار، رابطه طولانی اما بدون اینکه جای ثبت بشه، سپریتد به عنوان جدا شده اما طلاق نگرفته، دیورس میشه طلاق گرفته، ویدود میشه بیوه، حالا چه هم چه زن هم چه مرد، و قسمت آخرش که ازدواج نکرده و در رابطه نبوده که همون سینگل میشه. اگه سینگل هستین آخرین گزینه رو انتخاب بکنید و اگه شرایط دیگه دارین بقیه رو انتخاب بکنید. قسمت پایین اومده از شما پرسیده که اگر گزینه آخر رو انتخاب نکردین بالا، یعنی اگه سینگل رو انتخاب نکردین، قسمت پایین فرم رو باید پر بکنید که تاریخ در واقع اون ازدواج یا هر حالت دیگه ای که بوده بالا رو، طلاق گرفته، از بین رفتن یا به قولی مردن همسر، هر چیزی که هست تاریخ اون اتفاق وارد بکنید، مکانی که اون اتفاق افتاده و اگر اسمتون رو بعد از ازدواج تغییر دادین اسم قبلیتون رو بعد اونجا وارد بکنید. و از شما پرسیده که آیا در حال حاضر بیشتر از یک دونه پارتنر دارین که نو رو میزنین، اگه دارین یس رو میزنین و اطلاعاتش اونجا وارد میکنین، و اگه اون بالا زده بودین سینگل یا به قولی مجرد رو انتخاب کرده بودین، از شما پرسیده که دوست پسر دوست دختر یا هر گونه رابطه ای دارین که اگه ندارین نو رو میزنین و اگه دارین یس رو میزنین، اطلاعات و اسم و فامیل و هر چیزی که از طرف دارین رو اینجا وارد میکنین. معمولا این حالت برای کسی که اون نفر در واقع پارتنرش هم بخواد جزو این کیس بیاره و با هم دیگه ما درخواست این ویزا رو بدم، این قسمت رو باید پر کنن و اطلاعات هم رو وارد کنن. خب صفحه پنجم که در واقع قسمت دریافت اطلاعاتمون بود، اطلاعات شخصی بود، تموم شد. سه صفحه در اختیارتون گذاشته که اگر افراد دیگری هستن که با شما میخوان بیان، به طور مثال اگه همسر یا بچه‌ای وجود داره، هر چیزی که هست، سه صفحه گذاشته که اطلاعات اینا رو وارد کنین. چپ و راست صفحه همون اطلاعاتی که در قسمت بالا وارد شده بود جدا جدا برای به هر نفر وارد کنین و سه صفحه گذاشته و آخرش تاکید کرده که اگر این سه صفحه کافی نبود میتونین در صفحه جدایی در واقع اینا رو اعلام بکنین و اینجا قرار بدین و تاکید کرده که اتش اویدنس باید بکنین، یعنی اگر برای مثلا اسم همسر یا بچه‌هاتون آوردین، مدارک تولد، مدارک ازدواج، پاسپورتشون و یا مدارک ملیتیشون و هر چقدر تر چیزی که وجود داره رو بعد اینجا بذارین. و این قسمت پارت آ تموم شد که در واقع اطلاعات شخص یا اشخاصی که این ویزا رو درخواست میدن تو این قسمت بود. بریم سراغ پارت بی ببینیم اینجا چه خبره. خب پارت آ تموم شد، پارت بی شروع بکنیم. پارت بی رو این فرم در واقع 34 صفحه است اما اگه برای یک نفر بخواد پرشه خیلی سریع پر میشه، چون بیشترش در واقع اطلاعات افراد دیگر هم از شما میخواد که اگه چند نفر از طریق یک فرم میخوان اقدام کنن در واقع اسم و اطلاعات اون دارن میخواد. برای همین معمولا اگه برای یه نفر بخواد پرشه اطلاعات زیادی نمیخواد. تو پارت بی اومده وضعیت ثبت شدن اون شخص رو پرسیده که از شما پرسیده که آیا در حال حاضر رفیوجی یا پناهنده هستین و یا عضو UNHCR که میشه کمیساریه عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هستین یا نه. اگر نیستین نو رو میزنین و اگر هستین یس رو میزنین، اطلاعاتتون وارد میکنین، اسمتون، شماره پناهندگیتون و کشوری که در اون پناهنده هستین رو وارد میکنین. این پارت بی بود.
که اگه یه نفر هستین فقط همین قسمت بالاشو در واقع بعد پر بکنین و تموم شه و آخر شما پرسیده که و خواسته که در واقع کپی تایید شده یه مدرک پناهندگیتون هم بعد اضافه کنین در مدارکی که اضافه میکنین در آخر. در قسمت پارت سی اطلاعات تماس رو از شما میخواست. تو سوال 5 از شما آدرس محل اقامت رو پرسیده که وارد میکنین و تاکید کرده که اگه این آدرس عوض شد بعد حتما اطلاع بدین به از طریق ایمیل اطلاع بدین که آدرس عوض شده. در قسمت 6 آدرس پستی رو پرسیده که و نوشته که اگه آدرس پستی و آدرس اقامتتون یکی هست از اباف رو اینجا وارد بکنید که معمولا بعد همینجوری با شما هم از اباف وارد بکنیم. در سوال 7 از شما اطلاعات تماس رو خواسته، شماره تلفن اگر دارین و شماره موبایل یا تلفن همراه رو بعد وارد بکنین. در سوال 8 از شما پرسیده که آیا شما تایید میکنین که دپارتمان در واقع همین سازمانی که ویزای استرالیا صادر میکنه از طریق ایمیل با شما در ارتباط باشی یا نه، که منطقا بعد یه رو انتخاب بکنید و ایمیل اولیتون در واقع 3 تا ایمیل میتونه بدین برای تاکید بیشتر، بهتر دوتاش پر بکنین، دوتا ایمیل رو که دسترسی بهش دارین رو وارد بکنین و اونجا داشته باشین که جواب هر سوالی داشته باشن و یا هر جوابی بخوام به این نتیجه ویزا بدن از طریق ایمیل به شما میدن. بریم سراغ پارت دی، فامیلی بک‌گراند، که تو این قسمت در واقع تاریخچه خانوادگی شما رو پرسیده. تو سوال 9 پرسیده که آیا که هر کسی که درخواست این ویزا رو میده قدیم ازدواج کرده یا داخل رابطه طولانی بوده یا نه. حالا ازدواج رو تاکید کرده که میشه سنتی باشه، شخصی باشه، توافقی به قولی باشه، مذهبی باشه و یا حتی ازدواج باشه که به شکل قانونی شناخته شده نیست. اگر نبوده نو رو میزنین، اگر بوده یس رو میزنین. یس رو میزنین، نام خانوادگی، نام کوچیک و اطلاعات اون رابطه رو باید تاریخ شروع و پایانش رو وارد بکنین. علت این که اون رابطه تموم شده رو باید در این قسمت وارد بکنین. اگر فرزندی وجود داشته از این رابطه بعد اسمشون رو در این قسمت وارد بکنین. و خب در واقع 3 تا قسمت گذاشته برای این حالت که اگر نیازی باشه هر تعدادی باشه بعد پر بکنین. و آخر گفته که اگر نیازی به قسمت‌های در واقع جای بیشتری برای وارد کردن اطلاعات بود میتونید اون رو به شکل جدا وارد بکنیم و الساق بکنیم به پرونده‌تون. و جز مدارکی که از شما خواسته برای این قسمت گفته که کپی تایید شده مدارک ازدواج، طلاق و یا مدرک فوت اگر وجود داره رو بعد بذارین در این قسمت. و تو سوال 10 اومده پرسیده که آیا هر کسی که این فرم رو داره پر می‌کنه و یا عضوی از این فرم از ازدواج قبلیش و یا رابطه قبلیش فرزندی داره یا نه. اگه نیست نو رو میزنین و اگر هست یس رو میزنین. و پرسیده که اگر یس رو بزنین، پرسیده که آیا فرزند زیر 18 سال تحت قیومیت اون کسیه که داره این فرم رو پر میکنه، که اگر یس هست جوابتون بعد مدارک اون فرزند رو هم اضافه بکنید تو سوال 10. و اگر فرزندی وجود داشت در سال 11 پرسیده که در واقع اطلاعات اون فرزند ها رو بعد وارد بکنین. اگر وجود نداره نو رو بزنین و اگر وجود داره یس رو بزنین. 3 تا قسمت وجود داره، به ازای 3 تا فرزند جا هست و اگر بیشتر نیاز بود بعد در واقع در صفحه دیگر این مدارک رو در واقع تایپ بکنین و الساق بکنین به پروندهتون. تو سال 12 من دقیقا متنش رو براتون میخونم، زده که آیا شما شوهر، همسر، پارتنر و یا در واقع دیپندنت، میشه فردی که به شما تعلق داره، حالا میشه بچه باشه، میشه هر چیزی باشه، دارین که با شما زندگی بکنه اما نخواد در واقع توی این درخواست ویزا باشه. اگر وجود نداره نو رو میزنیم، اگر وجود داره یس رو میزنیم و 3 تا قسمت داره میتونه اطلاعات در واقع اون فرد رو وارد بکنید. تو سوال 13 سمت راست پرسیده که آیا فردی وجود داره در این درخواست ویزا که به شکل فیزیکالی، یعنی به شکل در واقع فیزیکی از شما جدا شده باشه، که میشه شامل گم شدن و یا زندگی کردن در یک آدرس دیگر. این دقیقا متنی بود که سوال 13 بود که اگر وجود نداره نو رو بزنید و اگر همچین فردی وجود داره یس رو بزنید و اطلاعاتش رو این قسمت 3 قسمت داره میتونید وارد بکنید. تو صفحه 14 وضعیت اقوام شخص اصلی که داره درخواست ویزا میداره از شما پرسیده. در واقع نام پدر و مادر از شما پرسیده که جدا جدا میتونید اینجا وارد بکنید. جنسیتشون، تاریخ تولدشون،
محل تولدشون، وضعیت ازدواجشون هم میتونه از سمت راست یه سری کد داره، هم حالت عادی ازدواج کرده جدا شده طلاق گرفته میتونه انتخاب بکنین، و کشوری که در حال حاضر دارن زندگی میکنن یه اطلاعات وارد بکنین، اطلاعات خانواده خودتون رو در واقع، اطلاعات خواهر و برادراتون از شما خواسته در قسمت پایین که اینا رو بعد اگر هر تعدادی که هستن همینجا وارد بکنین یکی یکی دیگه، مثل هم حالت قبلی از شما جنسیت، محل تولد، وضعیت ازدواج کردن یا نکردن، کشوری که در اون به دنیا اومدن، کشوری که در حال حاضر دارن در زندگی میکنن و وضعیت اقامتیشون در کشوری که دارن زندگی میکنن از شما پرسیده. و اگر فرزند بالای 18 سال داشته باشین یا فرزند مستقل داشته باشین، اون اطلاعات اونا رو بعد در این قسمت پایین وارد بکنیم و باز هم مثل بالا جنسیت، تاریخ تولد، کشوری که هستن، کشوری که به دنیا اومدن، همین اطلاعات رو بعد دقیق وارد بکنید. خب بریم سراغ قسمت 15. اگر در قسمت بالا اعلام کردین که پارتنری داریم به شکل حالا همسر، نامزد و یا هر گونه رابطه دیگری، بعد اطلاعات فامیلی اون پارتنرتون هم اینجا وارد بکنیم. باز هم مثل بالا نام پدر و مادر پارتنر، تعداد بچه هاشون، برادر و خواهرشون، همه رو بعد مثل همه حالتی که برای خود شخص اصلی وارد شد دوباره اینجا وارد بکنین. خب بریم سراغ پارت ای. تو پارت ای در واقع اومده ارتباط اون شخص درخواست کننده اصلی با استرالیا رو پرسیده. مثلا تو سوال 16 پرسیده که آیا این کسی که در واقع عضو این درخواست ویزا هست قدیم برای ویزای استرالیا، حالا چه به شکل دائمی چه به شکل موقت، درخواست داده یا نه. اگر درخواست نداده نو رو میزنه، اگر درخواست داده یس رو میزنه و اطلاعاتی که جدول که ازش خواسته رو پر میکنه. تو جدول هم در واقع نام و نام خانوادگی رو پرسیده دوباره، تاریخی که درخواست ویزا انجام شده رو پرسیده، مکانی که در واقع ویزا براش صادر شده رو پرسیده، شماره فایل نامبر ویزای قبلی رو پرسیده و نتیجه ویزا رو پرسیده. اگر ویزا اون موقع گرند شده، قبول شده، یس رو میزنید، اگر قبول نشده نو رو میزنید، و اگر ویزا بدون جواب بوده ناتیسایدد رو میزنید. تو سوال 15 اومده پرسیده که آیا شما و یا پارتنرتون فامیلی دارین یا آشنایی دارین. منظور از فامیل آشنا معمولا درجه یک رو میگه که داخل این درخواست ویزا نیست، اما در حال حاضر ویزایی داره که دولت استرالیا داره اونو بررسی میکنه. اگر همچین حالتی وجود داره بعد یس رو بزنید، اطلاعاتش رو وارد کنید، و اگر همچین حالتی هم نیست نو رو بزنید. خب تو سوال 18 پرسیده که آیا کسی که این فرم رو پر میکنه و یا داخل این فرم هست، اسمش توسط سازمان یا شخصی در استرالیا پیشنهاد شده، در واقع میخواد بپرسه که اسپانسری وجود داره یا نه. اگر نیست نو رو میزنید، اگر هست در واقع بعد اسم و فامیل اون شخصی که اسپانسر شما میشه رو وارد بکنید، و یا اگر شرکت هست اسم شرکت، رابطی از اون شرکت رو بعد اسمش رو وارد بکنید و شماره تماس اون شرکت رو وارد بکنید. سوال 19 در واقع عنوان سوال هست خانواده جدا افتاده و یا خانواده درجه اول. از شما پرسیده که آیا افراد نزدیک به شما که حالا دقیقاً اون پایین نوشته بهتون توضیح میگم شامل چه افرادی میشه، در 5 سال گذشته درخواست همین مدل ویزایی که شما دارین میدین، یعنی ویزای بشر دوستانه رو داشتن یا نه. اگر نبوده که نو رو میزنید، اگر بوده یس رو میزنید و اطلاعات اون فرد رو وارد میکنید. اینجا فقط تاکید کرده که فامیل درجه اول میشه اسپوز، در واقع همسر دفکتو که در واقع همون پارتنر طولانی مدت هست، و تاکید کرده که شامل پارتنر همجنس هم میشه، فرزند مستقل و یا والدین. اگر هر کدوم از این افرادی که گفتم در 5 سال گذشته همین مدل ویزا رو انتخاب کردن و ویزاشون در واقع صادر شده و در استرالیا هستن، اگر وجود دارن بعد یس رو بزنین و اطلاعات اون فرد رو وارد بکنین. تو اطلاعاتی هم که پرسیده به جز قسمت اسم و فامیل، شماره در واقع کیس نامبر و در واقع وضعیت تأهل اون فرد، دو تا سوال اصلی هست که پرسیده که شما آخرین بار چه زمانی با همدیگه زندگی کردین و کجا با همدیگه زندگی کردین و علت جداییتون چی بوده. این سه تا سوال رو باید جواب بدین. خیلی به نظرم تأثیر داره تو کیس آدم اگر این حالت اسپلیت فامیلی، خانواده جدا افتاده، برای استرالیا مورد مهمیه معمولا.
خب بریم سراغ سوال 20. تو سوال 20 پرسیده که آیا هر فردی که داخل این درخواست ویزا هست فامیل دیگری در استرالیا داره یا نه. اگر وجود داره که بعد یس رو بزنین و اطلاعات اون فرد رو وارد بکنین، اگر نیست که بعد نو رو بزنین. در واقع اطلاعاتی هم که میخواد همون اطلاعات نام، محل تولد، محل اقامتش در استرالیا، آدرس و رابطه‌ای که اون فرد با درخواست کننده ویزا داره رو پرسیده. تو سوال 21 هم از شما پرسیده که آیا هر کسی که عضو این درخواست ویزا هست ارتباطی با استرالیا داره یا نه. حالا ارتباطی که اینجا نوشته، چون تو قسمت قبلی اطلاعات خانوادگی رو پرسیده بود، بیشتر در واقع اینجا منظورش اطلاعات این که لحاظ تحصیلی، لحاظ کاری، شغلی، دوست و یا هر کسی که وجود داره، اینجا باید اطلاعاتش رو وارد بکنین. کلاً اگر به هر طریقی بشه ثابت کرد که یک نفری در استرالیا هست، به کیس آدم کمک میکنه، باعث میشه که بگن که بالاخره یک نفری وجود داره که میتونه به این فرد کمک کنه. خب بریم سراغ پارت بعدی، پارت F، که اطلاعات بک‌گراند در واقع شما رو پرسیده. تو قسمت مین اپلیکن که در واقع درخواست کننده اصلی ویزا هستش، پرسیده که ترابل داکیومنت دارین، در واقع پاسپورتی وجود داره یا نه. اگر نه، نو رو میزنیم و بعد توضیح بدین که چرا پاسپورت وجود نداره، و اگر وجود داره یس رو میزنیم و اطلاعاتش رو وارد میکنیم که نوع مدرک خواسته، شماره پاسپورت، محل صدور، کشور صدور، تاریخ صدور و تاریخ انقضای پاسپورت. در قسمت آدو برای کسای دیگه که داخل این در واقع ویزا هستند اسمشون هست، اینا رو بعد وارد بکنید، همون اطلاعات رو در واقع برای همونها هم بعد وارد بکنید. تو سوال 23 اومده پرسیده که آیا هر کسی که عضو این درخواست ویزاست، ویزای مهاجرتی برای کشور دیگه ای درخواست کرده یا ویزای پناهندگی برای کشور دیگه ای درخواست کرده یا نه. اگر نه که نو رو میزنید، و اگر آره بعد نام و نام خانوادگی، تاریخی که اون درخواست شده، کشوری که درخواست ویزا شده، مدل ویزایی که درخواست شده که به شکل مهاجرتی بوده یا ویزای در واقع پناهندگی بوده، و نتیجه اون ویزا رو وارد بکنید. در سوال 24 گفته که هر کسی که نامش در این درخواست ویزا هست به عنوان کسی که میخواد به استرالیا سفر بکنه، بعد آدرس اقامتیش رو در 10 سال گذشته وارد بکنه. حالا اگر یک نفر هستین، بعد فقط برای خودتون وارد بکنین در 10 سال گذشته، و اگر اسم همسر یا بچه‌ای در این فرم اومده، اونا رو هم بعد یکی یکی همه رو وارد بکنید. تو پارت جی بریم سراغ پارت جی. داخل پارت جی اولش اومده نمیشه که پرونده شما تحت 4 تا فاکتور بررسی میشه. اولش این هستش که میزان خطر شما در کشور مبدأ، میزان خطری که برای شما وجود داره در کشور مبدأ. قسمت دومش میزان ارتباط شما با استرالیا است. مورد سومش این هستش که آیا کشور دیگه‌ای به جز استرالیا مناسب برای شما هست یا نه، و قسمت چهارمش در واقع این هست که ظرفیت خالی برای شما در کشور استرالیا تحت این برنامه وجود داره یا نه. و از شما چند تا چیز خواسته. اولین موردش این هستش که اطلاعات کاملی رو بعد در مورد وضعیت خانوادگی خودتون وارد بکنین، نه وضعیت کلی کشوری که میخواین ازش خارج بشین. مورد دومش این هستش که هر چقدر اطلاعات بیشتری وارد بکنید، احتمال اینه که بتونید داخل این برنامه قرار بگیرید بیشتر هست. و یه نکته هم تاکید کرده که همه یه درخواست کننده ویزا باهاشون مصاحبه نمیشه. منطقا اگه کسی بخواد جواب مصاحبه بگیره، باهاش مصاحبه میشه، اما ممکنه بدون هیچ مصاحبه درخواست شما ریجکت بشه. و نوشته که در واقع شما با پاسخ دادن به این سوال‌ها به استرالیا باید توضیح بدین که علت اینی که با شما این مدل برخورد شده چی بوده. به خاطر نژادتون بوده، به خاطر مذهبتون، به خاطر ملیتتون، به خاطر عضو بودن در یک گروه خاص، به خاطر وضعیت در واقع اعلام نظر سیاسیتون بوده، و یا دلایل دیگه ای بوده. این در واقع اول این پارت بود. حالا بریم ببینیم در فرم چی از ما خواسته. تو سوال 25 باید هم درخواست کننده اصلی ویزا و هم کس دیگه‌ای که اگه همراهش هست، حالا اگر وجود داره در واقع، بس تا سوال جواب بده. گفته که اولا گروهی که شما داخلش هستین
مذهب اگر وجود داره باز هم میشه اینجا رو خالی گذاشت و یا اعلام کرد که مثلا وجود نداره، و اگر عضو گروه سیاسی خاصی هستین اون هم باید وارد بکنیم و اون هم میشه اعلام کرد که مثلا وجود نداره یا عضو گروه خاصی نیستن. تو سال 26 اومده اسم کشوری که شما میترسین که توش زندگی بکنین یا برگردین بهش. حالا اگر داخل اون کشور هستین بعد اسم اون کشور رو بیارین، و اگر از اون کشور خارج شدین بعد اسم کشور مبدأ رو در واقع اینجا وارد بکنید. و تو سال 27 فرصت که آیا از اون کشور خارج شدین یا نه. اگر جوابتون آره بود بعد تاریخ اون روزی که از اون کشور خارج شدین هم وارد بکنید. تو سال 28 یک فضای زیادی در اختیار شما گذاشته که علت اینه که در واقع نمیخواین به اون کشور برگردین و یا در اون کشور زندگی بکنین رو بعد وارد بکنین. این قسمت رو به نظرم باید خیلی خوب و کامل توضیح بدین، از جوابای کلی ندین و به ریز بشینین بنویسین، که فکر کنم بیشترین تأثیر رو در درخواست شما همین قسمت داشته باشن. سوال 29 پرسیده که از کشوری که مبدأتون به چه شکلی خارج شدین، به شکل قانونی اگر خارج شدین بعد اطلاعاتش رو وارد بکنین با اون انسان، مثلا از طریق در واقع شماره پاسپورتتون رو وارد بکنین. اگر به شکل غیرقانونی خارج شدین بعد قسمت ایلیگالی رو انتخاب بکنین و بنویسین که به چه شکلی تونستین هماهنگ کنین که از این کشور خارج بشین. خب بریم سراغ سوال 30. سوال 30 پرسیده که اگر ما این ویزا رو به شما ندیم، حالا به شما و هر کسی که عضو این ویزا هست، فکر میکنین چه اتفاقی برای شما میفته؟ این قسمت هم باید خیلی کامل بتونین توضیح بدین، بتونین آفیسری که پروندهتون رو میبینه قانع بکنین. و این دو تا قسمت به نظرم خیلی قسمت های مهمی، حتما با دقت و جزئیات باید پرش بکنید. و تو سوال 31 هم باز از شما پرسیده که چرا فکر میکنین که در واقع زندگی کردن تو این کشور یا برگشتن به اون کشور مبدأتون برای شما آسیب رسانه. این هم باید خوب توضیح بدین و قانع بشه آفیسر. تو سال 32 پرسیده که آیا فکر میکنین مقامات اون کشوری که ازش میترسین که حالا داخلش هستین یا تونستین ازش فرار بکنید میتونن از شما محافظت بکنن یا نه. اگر بزنین نو که بعد دلیلش رو توضیح بدین، و اگر بزنین یس که عملا در واقع درخواست ویزاتون بی‌معنی میشه، پس بعد نو رو بزنین و بنویسین که چرا نمیتونین که مقامات از شما حمایت بکنن. تو سال 33 پرسیده که آیا برای کشوری زندگی کردین یا از کشوری گذر کردین برای اینکه به کشوری که الان دراش هستین برسین، که اگر وجود نداشته نو رو میزنین و اگر وجود داشته یس رو میزنین و اسم اون کشورها رو اعلام میکنین. برای مثال اگر کسی از افغانستان وارد ایران شده و به ترکیه اومده، بعد اعلام بکنه که من در فلان تاریخ در کشور ایران بودم از این تاریخ تا این تاریخ و از کشور ایران گذر کردم که به کشور ترکیه رسیدم. تو سال 34 از شما پرسیده که آیا سازمان ملل پیشنهاد داده که این ویزا رو درخواست بکنید، که اگر نو بود نو رو میزنید و اگر پاسخ یس بود بعد پیوست کنید کپی اون نامه‌ای که برای شما اومده از طرف سازمان ملل رو. و تو سال 35 پرسیده که آیا درخواست کننده اصلی و یا هر فردی که عضو این فرم ویزا هست قدیم در نیروهای نظامی، حالا چه زمینی چه هوایی و چه دریایی، خدمت کردی یا نه، که اگر جواب نو بود نو رو میزنید و اگر یس بود بعد اطلاعات اون شخص و محلی که خدمت کرده رو وارد بکنید. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال 36 پرسیده که آیا کسی که در این فرم اسمش هست آیا تا به حال در کمپ پناهندگان، مرکز اسکان پناهندگان یا مرکز بازداشت زندگی کرده یا نه، که اگر نبوده نو رو میزنید، اگر آره بوده بعد اسم اون کمپ، محلش، محلی که در واقع اون کمپ واقع شده رو وارد بکنین، کسی که کمپ رو اداره میکرده وارد بکنین، تعداد روزهایی که اونجا بودین رو وارد بکنین، و اگر بجز شما کسی دیگه در این فرم با شما بوده اسم اونا هم باید وارد بکنید. حتی سوال 37 پرسیده که اگر شما برای مصاحبه انتخاب بشین نیاز به مترجم دارید یا نه، در واقع بعد میپرسه که زبان انگلیسی رو بلدین یا نه، که اگر نیازی به مترجم نیست نو رو میزنین و اگر مترجم لازم دارین یس رو میزنین و انتخاب میکنین که به چه زبانی در واقع صحبت میکنین و مترجم چه زبانی به انگلیسی رو میخواین. تو سال 38 راجب شخص اصلی درخواست کننده و افراد همراهش در مورد وضعیت کاری گذشته اینا پرسیده که بعد اطلاعاتش رو وارد بکنیم.
تاریخی که در اون محل مشغول به کار بودین، در واقع نام کارفرما، محل کارفرما، نوع شغل و وظیفه‌ای که شما در اون شغل داشتین رو باید وارد بکنین. دو سه صفحه وقت در واقع جا گذاشته که این اطلاعات رو وارد بکنین که بعد هر اطلاعاتی که یادتون میاد یا در واقع اویدنسی براش دارین رو اونجا وارد بکنید. تو پارت آی در مورد وضعیت زبان و وضعیت تحصیل پرسیده. برای همه افراد این فون زبان اصلی که صحبت میکنن رو باید وارد بکنین. اگر زبان دیگه ای صحبت میکنین اون رو باید وارد بکنین و بعد بگین که چقدر میتونین به زبان انگلیسی صحبت بکنین. که بعد پایین براتون توضیح داده که در واقع 1 بهترین حالت صحبت هست و 4 ضعیفترین حالت صحبت. اطلاعات رو وارد میکنیم و تو سوال 40 هم در مورد وضعیت تحصیل افراد فرم پرسیده که بعد اینکه اسم رو وارد کردیم، وضعیت مدرسه ابتدایی، وضعیت مدرسه در واقع راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی، این اطلاعات رو پرسیده و اگر اطلاعات دیگه مربوط به دانشگاه هم دارین بعد همینجا وارد بکنید. پارت جی پرسیده که آیا شما در واقع در 12 ماه گذشته تحت آزمایش پزشکی برای ویزای استرالیا قرار گرفتین یا نه؟ که اگر نو رو بزنین یعنی قرار نگرفتین و اگر یس رو بزنین بعد اطلاعات اون آزمایشاتون رو وارد بکنید. تو قسمت کا پارت کا در مورد شخصیت شما پرسیده 1 سری سوال هست که جواباش یس یا نو هست که تقریبا در واقع همه این سوالات رو باید نو جواب بدین، چون معمولا سوالاتی هستش که پرسیده آیا شما متهم مثلا به جنایت شدین، آیا مثلا متهم به امور جنسی شدین یا نه، که اگر یس بزنید در هر مدل ویزای حالا به جز این ویزا در واقع 100% ویزای شما ریجکت میشه. در این قسمت همه رو باید نو بزنیم و بریم سراغ قسمت بعدیش. تو قسمت ال اومده از شما پرسیده که این فرم خودتون پر کردین یا کسی به شما کمک کرده، که بهتره که اعلام بکنید که خودتون پر کردین. اگر در حالت خواستین اعلام کنید کسی به شما کمک کرده، یس رو میزنید و اطلاعات اون فرد رو وارد میکنید. و قسمت آخر که قسمت امضای فرم هست که هم نفر اصلی و هم همراهاش اگر وجود دارن باید فرم رو امضا بکنن و اسم و تاریخشون رو بنویسن. خیلی ممنون که دنبال کردین. من امیدوارم ویدیو به دردتون بخوره. این ویزا خیلی ویزای به درد بخوری. اگر کسی بتونه درخواستشو بده، از اون ویزاهایی هستش که اگر فرم پناهندگی دارین درخواست دادنش هیچ ضرری نداره و اگر اکسپت بشه خیلی مزایای خوبی براتون داره. محل سکونت و 1 درآمد ماهانه رو برای شما تا مدت ها تایید میکنه و بعد از 3-4 سال تقریبا بعد از 3.5 سال به شما میتونین درخواست پاسپورت استرالیا رو بدین و به نظرم 18,000 نفر در سال هم عدد کمی نیست. به حال فکر کنم برای کشور فارسی زبان تقریبا 5,000 نفر بشه سهمی قائل شد در هر سال مثل ایران افغانستان و امیدوارم درخواستش رو بدین و موفقیت آمیز باشه براتون. ممنونم که این ویدیو رو دنبال کردید. امیدوارم به دردتون خورده باشه. هر سوالی داشتین تو کامنت ها بپرسین. اگه بتونم اطلاعاتی داشته باشم حتما جوابتون رو میدم یا سعی میکنم از تو اینترنت از توی سایت های معتبر جوابشو براتون پیدا کنم. ممنونم، روزتون بخیر.